قهرمان اگه حاضری بیا باندتو بپیچم. قهرمان به زودی وارد یه مسابقه رویارویی بین‌المللی خواهد شد. نمیدونیم میتونیم بگیم این مسابقه به نوعی یه دستگرمی برای مسابقه اصلی خواهد بود یا نه. کلمه دستگرمی خیلی پیش پا افتاده است، اما فکر نکنم قهرمان زیاد به فشار بیفته. البته رقیبش هم بوکسر خوبیه، نباید اونم دست کم گرفت، تا حالا شکستی نداشته. تماشاچی ها خیلی ازش مطمئنن، از وقتی اومدن یه لحظه هم آروم ننشستن. بله حق دارن، اعتمادشون بیجا نیست. رقیبمون یه لقب خیلی جالب داره، قفقاز. از این به بعدم قفقاز خواهد موند. منظورتون اینه که قهرمان ماییم و اینطور خواهد موند؟ دقیقاً. بله تماشاچی های عزیز، موفق باشید. آقایون احمد نوروغلو رو کی شکست داد؟ تو. احسان نوجلوه رو کی شکست داد؟ تو. بکتاشو، بلیو، تکیو، اون کسایی که میگفتن از هیچ کی شکست نمیخورن رو کی شکست داد؟ تو. تو کی هستی؟ تو قفقازی. قفقاز! برو اونجا به هیچی فکر نکن، اما یادت نره تو قفقازی. برو خودتو نشون بده، سر پا بمون. نترس، استاد یما نیست، اما داشت سفر اینجا. صدا رو میشنوی؟ روزی صدات میکنه، برو بگیر و بیا. بسم الله. بابا قفقاز، این مسابقه رو بازی نمی کنی، دستکشتو بکن. استاد بابا داره میره تو رینگ، دخالت نکن. منو ببین، اگه بری مسابقه بدی حلالت نمی کنم فراد. بابا این مسابقه قهرمانی. استاد خوب میدونی چقدر به این پول نیاز دارم. بذار فراد. پس که تا الان ما به خاطر پول میریم توی رینگ. ببین این گزارشو ببین، اگه با وجود این گزارش پاتو بذاری تو رینگ، دارمو خط بکش. بری ولش کن، بری. ورزش دوستای عزیز، امشب یه مسابقه بوکس فوق‌العاده داریم در سالن ورزشی آنتیک. همگی خوش اومدین. و اما لحظه‌ای که همه منتظرش بودیم رسید. الان وقتشه که دو بوکسور افسانه‌ای رو بریم دعوت کنیم. اول بازیکن قرمز فرات بلوک باشی. Thank you.
رقیبش بازیکن آبی نجدت صوفی اوزر. نجدت صوفی اوزر. و بازیکن قرمز با قد 190 و وزن 91 کیلو که از تمام مسابقاتش پیروز بیرون اومده و لقب قفقاز بهش داده شده. ببینیم امروز هم میتونه پشت رقیبشو به خاک بماله. اون یک افسانه است با لقب قفقاز، اومده که ریش رو به آتش بکشه. و اما رقیبش بازیکن آبی با قد 185 و وزن 90 کیلو که تا به حال 35 مسابقه داشته و در همه اونا برنده شده، 22 بار رقیباشو ناکاوت کرده. اون قهرمان اروپا و دنیاست، صاحب دو کمربند طلاست. اون یک قهرمان واقعیه، نجدت صوفی اوزر. ببینیم برنده امشب کی خواهد بود. خیلی هیجان انگیزه، دیگه تا شروع مسابقه چیزی نمونده، همه در اوج هیجان منتظریم. سمت صندلی نجدت صوفی تجمع زیادی میبینم، اما سمت صندلی فراد خلوف باشید، فقط یک نفر هست. تماشاچی‌های عزیز، گویا اکیپش اونو تنها گذاشتن. بله بلند شدم. شروع کنیم بیننده های عزیز، مسابقه شروع میشه. آفرین پسر، از اینجا برو، برو اون بر کنار، برو 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 برو. آفرین باری کلا، دمت گرم. ادامه بده، گاردتو ببند. آفرین پسر. گاردت باریکلا، گارد بگیر باریکلا، دست تلا. نجدت همینطور پشت سر هم ضربه میزنه، مهلت نفس کشیدن بهش نمیده. فراد گوشه یه زمین گیر افتاده. گوشه نمون، برو وسط. آن آفرین آفرین. حالا ضربات فراد پشت سر هم به رقیب وارد میشه. آفرین، بزن بزن پسرم، بزن بزن. خب بیننده های عزیز، بازیکن ها برمیگردن به جایگاه خودشون. نرو گوشه، نظر گوشه گیرت بندازه، فوری بزن بیرون. خودتو بکش وسط، خب؟ نگران نباش، برنده توی، برنده توی قفقاز. خیلی خفیه. بله عزیزان، هر دو بازیکن تو جایگاهشون نفسی تازه کردن و کم کم راند دوم شروع میشه. یه راند هیجان انگیز دیگه در انتظار ماست. بله با صدای زنگ راند دوم شروع شد. خب نجدت صوفی همه میکنه، فراد گارد میگیره. بزن داداش، بزن وانستا، بزن دیگه ده بزن. بله تماشاچی های عزیز،
بزن خودتونشون بده. بازی همچنان هیجان و انرژی خودشو حفظ کرده. از پچشو بخوابون. شرایط برای فرات سخت به نظر میرسه. و اما راند سوم تماشاچی های عزیز مسابقه داغیه. نجدت صوفی حمله میکنه. فرات بازم گارد میگیره. نجدت صوفی قوقا میکنه. مهلت نفس کشیدن بهش نمیده. خودتونشون بده پسر. تو میتونی تو قفقاتی. الو عارف باشه. باشه باشه حل حل خوش تو میتونی خوش و قفاز سه قفاز خوش شو چهار بلند شو قفاز بلند شو پنج ایوه برو هفت هشت ایوه خوبم برو قفقاز برو بچه نشونش شروع کنی بشینی ایلول بیمارست دارم ایلول نباش خوبه ایلول خوبه ایلول خوبه, خوبه. زفر ایلول خوبه ایلول خوبه خونش به دنیا میاد بکشش گوشه مشت طلای تو بزن زود بریم بیمارستان تو افسانه ای قفقاز قفقاز بهتره کنه آرتوین 2012 فیلور
ایلول، ایلول کجاست؟ سب کن، سب کن یه لحظه. ایلول، ایلول من پیشتم. ایلول اینجا هستم عزیزم. دیدی به قولم عمل کردم؟ دیدی؟ پسرمون داره میاد. آره، آره پسرمون داره میاد. یکم دیگه سه نفر میشه، با هم میریم اتاق عمل. حسش میکنی؟ آخرین مسابقه بود. آخرین مسابقه. برنده شدیم مگه نه؟ ما برنده شدیم. ما برنده شدیم عشقم. خب دیگه خودتو خسته نکن. بعدن دربارش حرف میزنیم خب؟ خودتو خسته نکن. بریم دکتر. متاسفم فرات، نمیتونم بذارم بیای. چرا دکتر؟ با هم دربارش حرف زدیم. قرار بود با هم بریم. شما قول دادین. باید خانومتو سزارین کنیم. سزارین؟ دکتر. دکتر. فرات. ایلولم. فرات، به هم قول بده. دیگه مبارزه نمی کنی. دیگه اون دستکشا رو دستت نمی کنی. قول بده. عزیزم بهت قول میدم. دیگه این دستکشا رو دستم نمی کنم. قول میدم. دیگه این دستکشا رو دستم نمی کنم. دیگه مبارزه نمی کنم. نگران نباش. دیگه مسابقه نمیدم عشقم. بهت قول میدم. همینجا منتظرتم. با هم گنشمون رو بغل میکنیم. ایلول. باشه. ایلول. از همه چی بیشتر دوستت دارم عشقم. اینو هیچ وقت یادت نره. یادت نره عشقم. فرات چی شد؟ تونست ایلول رو ببینی؟ فکر کنم حالش زیاد خوب نیست. بردنش اتاق عمل. سزارین میشه. خیلی خوب باشه، فکرتو خراب نکن. نگران نباش. همه ی بچه ها با سزارین به دنیا میان. اما قرار بود زایمان طبیعی کنه. باشه، هیچی نمیشه، نگران و نباش. داداش اصلا یه کاری کن. میام آوریم پایین. خب این زخمایی تو رو ببینن، یه پانسمانش کنن ها. نمیخواد من خوب. بذار زن داداش از اتاق عمل اومد بیرون، تو رو این ریختی نبینه خوب. خوبم. قهرمان چطوره؟ راست میگه، بریم زخماتو پانسمان کن بعد بیه. باشه. ظفر بگو قهرمان چطوره؟ ها؟ کدوم بیمارستانه؟ میدونی که بردنش بیرون که یه راست ببرنش درمونگا. اونو میدونم ظفر، وضع حالش ناجور بود. چی شد؟ بعد وقتی بردنش بیرون خب قلبش وایساده، ماساژ قلبی داد. ظفر چی میگی پسر؟ خب اما بر نگشته. ظفر برو سر اصل مطلب، بنده خدا چی شد؟ مرده. ظفر تا آمبولانس بیاد مرده داداش. چرا ول کنه؟ یکی برداره ببره خونه. سفلکی هلاک شد. باشه باشه. فرات بچه هلاک شد، بده ببرمش خونه.
عشقم، فکر کن از این در دو نفره میریم بیرون، سه نفره برمیگردیم، پسر کوچولوم رو میاریم خونش، اینجا میخوابه پیش خودمون، یه لحظه فکر کن. چون تو این مسابقه پیشم نیستی، حداقل اینجوری حست میکنم. دیوونه شدی؟ حلقتو گم میکنی؟ عزیزم این چه حرفیه؟ نه تو مسابقه میبازم، نه حلقمو گم میکنم. نگران نباش. بابا فیله به پسرش گفته تو چرا اینقدر یه دنده ای؟ لج نکن دیگه، با هم بریم. خب بعدش مامان فیله اومد. چی شد عزیزم؟ چی شد گنش جونم؟ خوبی بابا جون؟ ها؟ خوابت نبرد بابایی؟ ها؟ چی شد؟ از قصه خوشت نیومد؟ نخوابیدی؟ لب و لوچتو کج نکن عشقم. اخ پسرم یکم بخواب دیگه بابا. ها؟ گرسنته؟ چرا نیشت بازه؟ به میخندی؟ میخوای برات جوک بگم؟ باشه واسه جوک میگم. آخ 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 سوخت سوخت عزیزم. سب کن گنش. وای گنش لباست سوخت. آخ دیدی چی شد؟ لباست جزغاله شد. حرزه این کارم ندارم. آفرین آفرین به من. ببین ببین چه گندی زده بابا. اما یه دستمال گردگیری جدید گیرم اومد. آفرین عشقم. چیه جوجه؟ چی شد عشقم؟ ها چی گفتی؟ گفتی بابا؟ آره گفتی بابا؟ گفتی بابا عشقم؟ بخور دهنتو باز کن، دهنتو باز کن عزیزم. بگو بخور 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 دیگه عشقم. بیا Koyunlar kuzumlar, sular hendeyinde dolar. Ağlayanlar bir gün güler. Gamlanma gönül, gamlanma. Gamlanma gönül. Bence vurup gözüm açar. Kara gündür gelir geçer. Gamlanma gönül gamlanma. Gamlanma gönül gamlanma. Thank you.
گونش! گونش پسرم، پسرم خوبی؟ گونش، گونش، چشمتو باز کن پسرم. گونش صدامو میشنوی؟ گونش! آمبولانس، آمبولانس خبر کنی. لطفا آمبولانس خبر کنی. پسرم، صدامو میشنوی؟ گونش! پسرم، پسرم. آقا فاروق، FMF تو ایلولم بود اما اصلا ندیده بودم اینطوری از هوش بره. چه خبر شده؟ توضیح میدی؟ FMF سریعتر از انتظارمون پیشرفت کرد فاروق، اما من همه داروهاشو به موقع میدم. اصلا برای اینکه تو داروهاش فاصله نیفته از داروخونه چیمون از قبل سفارش میگیرم. با آزمایش هایی که دارم میبینم دیگه در حدی نیست که بشه با دارو کنترلش کرد. لطفا یه چیزی بگو، مثلا بگو فلان کار خوبش میکنه، هر کاری لازمه انجام میده. بیماری کلیار کلن درگیر کرد، مادرش دیالیز میشد. خب یه مدت بهتر شده بود، چه میدونم. اینا با هم متفاوتن فرات. دیالیز حتی پیوند کلیه هم نتیجه نمیده، شاید پیوند استخوان بشه اما اونم قطعی نیست. یعنی هیچ امیدی نیست؟ یه چیز امیدوار کننده بگو. FMF دکتر متخصص نیاز داره. اینجا کارایی که ما میتونیم بکنیم و امکانات بیمارستان خیلی محدوده. تو استانبول یه دکتر هست که تخصصش این بیماریه، پروفسور احمد هرمی آداتکین. میخوای گونشو ببر ببینه؟ منم بهش زنگ میزنم، شرایطو براش توضیح میدم، اما بهتره با آمادگی بری تا میتونی با خودت پول ببر. تا حالا دو درموناشو بیمه پرداخت میکرده دکتر؟ داروشو میده اما هزینه درمونش، کلی آزمایش، خیلی سنگین تموم میشه. برای همین بهتره پیش باشه. باشه مامان. بابا ها، یکم خسته شدم. خسته شدی؟ گاهی وقتا آدم ها از زیاد خوابیدنم خسته میشن پسرم. رسیدیم خونه استراحت میکنیم. بی خودی گریه کردی که پروفسور رو گم کردی. خب ببین چه بودو بودو اومد ملاقاته. خودش نیومد، عمو علی آورد. میدونم. نه بابا، به عمو علی کی راهو نشون داد؟ پروفسور؟ مگه اون راهو بلده؟ پس چی آقا پسر؟ ناسلامتی خوشتیب ترین رفیقش اونجا به دنیا اومده ها. مامانم تو اون بیمارستان مرده. آره از اونجا بلده. گنش، مامانت تو اون بیمارستان نمرده. یعنی چی؟ مامانت اونجا تبدیل شد به یه قمری. چی؟ آره، اونجا تبدیل شد به یه قمری کوچولو. درست روزی که تو به دنیا اومدی. میدونی قمری چیه؟ چیه؟ یه مدل پرنده است، مثل کبوتر. کبوتر؟ من از کبوترها خوشم نمیاد، رو سرمون پیپی میکنه. اما این از اونا خوشگلتره، یه جور دیگه است. اونا هیچ وقت تنها نمیگردن، همیشه با خانواده هاشون هم. اما ما اینجاییم، یعنی مامانم تنهاست؟ فعلا یکم بگذره ما هم میریم پیشش. خب ما هم قمری میشیم. آره ما هم قمری میشیم. بزن بریم. من میخوام عقاب بشم، یه عقاب قفقازی. عجب، عقاب قفقازی میشی؟ آره آره. خیلی خوب، پس بفرمایید عقاب قفقازی پرواز کنید. دستتو باز کن. ها پرواز کن. کجا میری حالا؟ استانبول. پس بزن بریم استانبول. آها اینجاست. کیفتو در بیار پسرم. بدش من. بیا بشین عزیزم، بیا.
اونجا رو نگاه کن پسرم، همه اونجا وایسادن تو رو بدرقه کنن. برای چی؟ ما که اینجا هیچکی رو نمیشناسیم، چرا وایسادن؟ باشه پسرم، مردم برای چیزای خوب دست کم میدن. برای چیزای خوب؟ آره، تو هم که بهترین چیز دنیایی، تو بهترینی. دروغگو. چی؟ دروغگو؟ بیا با چشمای خودت ببین، بیا اینجا، بیا این طرف ببین. آره بابا، بای بای میکنم. آره، تو هم بای بای کن. پروفسورم بای بای کنه. آره، بهترین دوستت هم بای بای کنه. این بچه کیه؟ چرا دست کن میدی؟ چه میدونم بابا، مرده اومده خواهش کرده، گفت برای پسرم دست کن بده. ولش کن، نه ترس بابا، چیزی ازت کم نمیشه که، دست کن بده. یه ازرم تکون میدم خود. استانبول. جیگر عمو، نگاش کن پهلوان دیگه واسه خودش مردی شده ها. میدونی آخرین باری که دیدمت توی یه قنداق توی یه چیز فسقلی بودی، بعدش دیگه فقط عکساتو میدیدم. خب میومدی پیشمون، چرا نیومدی؟ من همش بهش میگفتم بریم، اما مدیر بد اخلاقش بهش مرخصی نمیداد. چیه؟ دروغه؟ آه به خدا خیلی ترسوه، باور کن استانبول خیلی خرابش کرده، باور کن از جونم سیر شدم فرات. حالا شما هیچی، خیلی وقت دیدن مادر و پدر خودم هم نمیتونم برم، هر هفت روز هفته کار میکنم، بعد چی داریم ها؟ هیچی. استانبول شباهتی به اون آرتوین ما نداره فرات خان، مثل اسفنج همه دارو نداره تو میکشه تو خودشو، بعدش یه همچین توفاله ای تحویلت میده. مجلا یکم مراقب حرفت باش. توفاله چیه؟ نه چیه؟ بچه هم چشم داره میبینه، چه فرقی میکنه بگم یا نگم؟ توفاله چیه بابا؟ پسرم عمود تو میگم، پسرم عمود، نگاه کن میفهمی؟ ببین وقتی آب میوه ها رو میکشن توفالش میمونه که خیلی خوشمزه و شیرین تره، درست این عمود. آه شیرینیش دلو میزنه. مامانه چرا نیومده؟ نیست، مامانه اون مرده. مامان یه چیزی بهش بگو. مامان مگه مامانه اون نمرده؟ بسه بسه دیگه، شامتونو بخوریم ببینم. بسه، مگه نگفتی؟ بابا ما کجا میخوابی؟ پسرم مگه نگفتی گشنته؟ یه ذره خوابم میاد. اول شامتو بخور بعد میخوابیم. باشه بخور. فرات مجبورش نکن، شاید از غذاها خوشش نیومده. داداش شما امشب تو اتاق بچه ها بخوابیم باشه؟ گونش امشب رو تخت بچه ها میخوابه. من اتاقشون آماده کردم، بالش و لحافشونم گذاشتم اونجا، تو قشنگ میری جاشونو براشون میندازی. پدر و پسر تو بغل همونجا میخوابن. فرات جون خیلی ببخشیده، تخت خواب بچه ها خیلی بالاست، پسرت هم که مریض تفلکی زبونم لالیه و خزروش نیفته. من میرم رخت خوابتون رو بندازم. بشین بشین، من جورش میکنم. پاشو بریم استراحت کنیم عزیزم. بیا. قصه‌ام برام میگی بابا؟ بله که میگم، یه قصه عالی. بیا دستتون درد نکنه، خیلی خوشمزه. میشه جان. بیا عزیزم، شب بخیر بگو. شب بخیر. شب بخیر. برای چی همش حرف مامانشو میکشیم وسط ها؟ کنجکاو شد پرسید دیگه، مگه چیه؟ مجلا صدا در نیاد، تازه حرف زیادی هم میزنی. اینا رو انداختی رو سرمون، حالا برو برو طلبکارم هستی. حرف نزن، شامتو بخور. شما هم همینطور. خورشید از قدرتی که باد رو انداخته بود خوشش نمیاد، فوری از پشت ابر میاد بیرون و با تمام قدرت به پیرمرد لبخند میزنه. هوا توی لحظه داغ داغ میشه. پیرمردم عرقشو پاک میکنه و پالتوشو در میاره و خلاصه تو جنگ باد و خورشید، خورشید برنده میشه. بعد در میگرده طرف دوست قدیمیش باد و بهش میگه اثر نزاکت و محبت همیشه از قدرت زور خیلی قوی تر و محکم تر و عالی تره.
واقعا که خسته شدم. بی خود نیست که میگن مار از بونه بعدش میاد و وقت در لونش سبز میشه. برای اینه که بعد از مردن زنش مجبور نشم جور این دوتا رو بکشم، از مملکت پدریم پاشدم اومدم استانبول. اینجا هم دست سرم بر نداشتن واقعا که. بس کن دیگه، خواهش میکنم. آقا چه ضرری برامون دارن؟ بابا اون داداشمه، داداش تنیمه، چی کار کنم اونجا؟ برم پیشش بگم داداش اخونم برو بیرون؟ وضعیت بچه رو که میدونی زن، بابا گناه داره. نه بابا، اون گناه داره، اون وقت من ندارم. بابا از صبح تا شب تو اون کارخونه کوفتی پدرم در میاد، از جونم سیر میشم. شب که میام خونه خودم دلم میخواد یکم پامو دراز کنم. تازه باید پرستاری بچه مریض داداش جربالینم بکنم. مجله یواش خواهش میکنم، بابا صدامونو میشنون. به درک بشنون. بابا یکم صبر کن. یادت رفته داداش چی کارا برامون کرد؟ وقتی من یتیم خونه بودم داداش همه جا هوامو داشت. عروسیمونو به کمک اون گرفتیم، همین خونه رو به کمک اون گرفتیم. مجله یادت رفته؟ ببین گوشاتو وا کن. وقتی پرستاری زن مریضشو میکردم دینمو بهش ادا کردم. سرحات خان دینی نمونده. غذاهاشو من پختم، ظرفاشو من شستم، اینه کارگر خونهشونو تمیز کردم. بس دیگه مجله، ما همش دوبار بیشتر نرفتیم کمکشون کنیم. بی خود یک کلق چر کلق نکن. آخه چه خبرته دازن؟ توف نمک نشناس. خوابیدی؟ میشه بریم خونمون بابا؟ از اینجا خوشم نمیاد. من میدونم وقتی مثل ننش افتاد تو رخت خواب باز میان مجلای بیچاره جمعشون کنه. من میدونم عاقبتمون همینه. بعد تو میگی چل کلاغ نکن مجلا. محض رضای خدا اینجوری نگو. خدا بخواد بچه خوب میشه. من سرم نمیشه. برو حرف بزن، برو بگو از فردا یه جای دیگه برای خودشون پیدا کنن. مجلا رو حرفم حرف نزن سرها. مجلا سرهات داداش. 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 داداش.